ای خطه ایران مهین وطن من، ای خطه ایران مهین وطن ای جشت به مهر تو عجیب جا. با درودهای فراوان به تمام بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون جهانی ایران آریایی در سر تا سر جهان، به ویژه آن عده از هممیهنان عزیز که همیشه و در هر حال خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. دوستان گرامی، هیچ از ورود به مطلب یکی دو مورد می خواستم به عرض برسونم. یکی این که در این دو سه هفته گذشته در یک مورد کوتاهی شده بود و اون سپاس و تشکر از این کارگردان محترم این تلویزیون، چون دو نفر کارگردان هستند که وقتشون مثل که جابجا شده بود یا با هم عوض کرده بودند و در این دو هفته جناب مهندس روزبه این کارگردانی را انجام میدن و در هر حال پوزش میخواهم که من کوتاهی کرده بودم در این مورد و حالا میخواهم از این آقا، از این جناب سپاس خودم تقدیم بدارم، چون کارهای اصلی را این مهندسین انجام میدن و اگر اینها یک خورده یک لحظه کوتاهی بکنند این برنامه ها نمیتونه به موقع پخش بشه و مخصوصا کوتاهی که هیچ چیز که اشکال پیدا میشه باید اینها رفع کنند. و به هر جهت من از این مهندس سپاسگزاری میکنم و تصادفا ببینید دو نفری که در اونجا هستن، یکی سیاوش و یکی روزبه، دو اسم زیبای فارسی و این هم عجیبه، تصادفه. خب و از یا این که این تلویزیون واقعا دنبال کسانی است که این اسامی فارسی رو دارند و یا اینکه تصادفا این وضع رخ داده. خب این یک مسئله. مسئله دیگه میخوام به دوستان ایرانی و اروپایی عرض کنم که این برنامه روز سه‌شنبه یعنی فردا نیم بعد از ظهر به وقت ایران بازپخش داره که میشه ساعت 10 اروپا و روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران بازپخش داره که میشه 12:30 اروپا و این هم خواستم یادآوری بکنم. مطلب سوم این که هفته گذشته من به دو نفر از خانم‌های مبارز آزادی خواه و پرهیخته سوالاتی کرده بودن، از من پاسخ دادم و فکر شاید این مطلب از یک نظر درست نبود و اینی که از همین هفته گذشته تا حالا تعداد زیادی ایمیل برای من رسیده و یا تلفن شده، اونها هم همینطور مطالبی بیان کردند و از من خواستند که پاسخ بدهم و این برای من امکان پذیر نیست. اگر قرار باشه که من برنامه خودمه که متاسفانه خیلی هم
زیاد نیست، 1 ساعت و 20 دقیقه هست، بخواهم پاسخ این افراد بدهم، نه تنها وقت کم میارم، شاید بیش از یکی دو برنامه من نتونم پاسخ بدهم. همینطور که در هفته گذشته همون دو برنامه که پاسخ دادم به طور کامل انجام نشد. خب حالا بیایم سر مطلب امروز که یک بحث تاریخی میخوام به استحضار برسونم، چون 2 هفته پیش یک مطلب گفتم در مورد این که آقای محمد مصدق با اعلام یک مطلب خلاف واقع یک نهضت به وجود آوردند و نفع انگلستان. او این بود که به دروغ ادعا کردند طبق فصل 15 قرارداد دارسی که 60 سال بود، بعد روز آخر 60 سال وقتی که قرارداد تمام بشه، کلیه تأسیسات، تشکیلات، ابزار، آلات، هر چی که شرکت داره میشه متعلق به دولت ایران، در حالی که مسئله دروغ کامله. فصل 15 قرارداد دارسی منحصراً لوازم و ابزاری که برای اکسپلویتیشن به کار می رفته، یعنی اکتشاف و استخراج به کار می رفته، متعلق به دولت ایران می شده و حتی اولین شرکتی که دارسی درست کرده بود اسمشو گذاشته بود First Exploitation Company، یعنی تمام چیزهایی که در اونجا هست متعلق به اکسپلویتیشنه. ولی خب آقای مصدق با این حرف یک نهضت درست کرد، ایادی انگلستان هم تقویت کردند اون حرف، تا اینکه اون قرارداد رضا شاه که تمدید کرده بود اون لغو کنن، و اگر اون لغو میشد 10 امتیاز به انگلستان میرسید که یکی از اونها قلمرو شرکت نفت میشد سر تا سر ایران به جز 5 ایالت شمالی، و انحصار لوله‌کشی میشد متعلق به شرکت نفت و 10 امتیاز دیگه که من براتون شرح دادم. وقتی که این کلیپ این گفتار پخش شد، یکی از دوستان که اون فوروارد کرده بود نوشته بود با این ترتیب آقای مصدق بالاتر از چرچیل بوده که موفق که میایه طرحی درست میکنه به نفع انگلیس که ظاهراً به علیه انگلیس و به نفع ایران بوده، و به دروغ ادعا میکنه که بعد از 60 سال شرکت نفت روز بعد از 60 سال دستور میداده به تمام حسابداری هاش در سر تا سر دنیا که از امروز به بعد تمام شما متعلق شدید به دولت ایران، تمام کشتی های نفتکش، پالایشگاه ها، تأسیسات، لوله‌کشی ها و 10 کارخونه و شرکت که درست کرده بوده همه رو میدی اجاب به دولت ایران. خب این مسئله دروغ بود. ولی یک مسئله دیگه که مصدق درست کرده بود این بود که درست روز 15 بهمن قرار بود به شاه تیراندازی بشه، 15 بهمن 1327 شاه کشته بشه، و روز یک شنبه بعدش مجلس تشکیل بشه و قرارداد رضا شاه قرارداد 1933 لغو. این مطلبی که گفتم دوستان یک اضافه هم کرده بودم که نظیر این مسائل که آقای مصدق ابتکار کرده، مسائلی که ظاهرا به نفع ایران بوده ولی در حقیقت
فوق‌العاده ضرر برای ایران داشته و مصدق اونها رو که مطرح کرده شهرت پیدا کرده به عنوان یک فردی دشمن انگلیس. و این مسائلی هم که اعلام کرده با گریه و بغض و پا به زمین کوفتن و این که مردم من خاک پای شما هستم، حتی مردم هم به گریه انداخته. اصلا این یک مسئله عمومی است که دولت انگلستان در بسیاری کشورها مخصوصا کشورهای خاورمیانه انواع توطئه ها درست کرده، ولی وجه مشترک همه اون توطئه ها این بوده که این توطئه ها به نفع اون کشوری است که توطئه در اونجا انجام میشه، در حالی که واقعیت این بوده که این به نفع انگلستان بوده و به ضرر اون کشور. و بسیاری از این توطئه ها ظاهرشون این بوده که علیه انگلستان، حالا همه بوده به نفع اون کشور، تعدادیشون هم به نفع اون کشور بوده، هیچی به ضرر انگلستان هم ظاهرا تموم شده. حالا من میخوام یک مسئله دیگه امروز شروع کنم و امیدوارم که تمام بشه، و اگر تمام نشد شاید یک دو جلسه دیگه هم ادامه داشته باشه. اون یک مسئله مهم دیگری است در زمان در جنگ جهانی دوم که مصدق دو توطئه عظیم به نفع انگلستان در ایران به مرحله اجرا گذاشت، و همون دو توطئه بود که منجر شد به دستگیری او و برکناری دامادش از نخست وزیری. حالا برای اینکه این مسئله رو من آغاز بکنم، از اون قراردادی که بین وزیر خارجه آلمان و وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه آلمان در اون زمان در اوائل جنگ جهانی دوم اسمش بود ریپنتروپ، و وزیر خارجه روسیه بود مولوتوف، این دوتا در مسکو نشستند در تاریخ اول شهریور 1318، اول شهریور 1318 مطابق با 23 آگست 1939 یک قراردادی بستند، قرارداد عدم تجاوز، مشهور هست به قرارداد ریپنتروپ مولوتوف، میتونن رو اینترنت هم بیارن و قرارداد بخونن. این قرارداد خیلی خیلی در اون زمان مهم بود، برای اینکه این قرارداد، قرارداد عدم تجاوز بین آلمان و روسیه بود، و ضمن این قرارداد این دو دولت قسمت مهمی از دنیای اون روز را هم بین خودشون تقسیم کرده بودند که آقا جنگ میکنیم، فاتح میشیم و این کشورها مال تو و کشورها مال من. ظاهرا ایران را هم بی نصیب نگذاشته بودند، ایران هم سهمی به این دو نفر و بیشتر به روسیه میرسید. دوستان باور شاید نکنند که درست 8 روز قبل، بعد از این قرارداد، 8 روز بعد از قرارداد ریپنتروپ و مولوتوف، یعنی در 9 شهریور 1318 مطابق با اول سپتامبر 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد. خب در این جنگ روسیه طرفدار آلمان بود، وابسته به متحدین بود، یعنی به انگلیس و فرانسه، و با یعنی وابسته به متحدین بود، یعنی آلمان، وابسته به آلمان و فکر کنم اتریش، و علیه
متفقین یعنی انگلیس و فرانسه. این وضع روسیه تا حدود 2 سال و 1 سال و 10 ماه ادامه داشت، یعنی جنگ در حال انجام بود، جنگ دوم جهانی، و روسیه طرفدار آلمان بود 1 سال و 10 ماه. اما آلمان یک اشتباه کرد، بعد از 1 سال و 10 ماه در تاریخ اول تیر ماه 1320، یعنی درست 2 ماه قبل از اون که به ایران حمله کنن رضا شاه رو بردارند، 22 ژوئن 1941 آلمان حمله کرد به روسیه و اشتباه کرد، در نتیجه اون قرارداد عملا لغو کرد و روسیه وارد جنگ شد و ورود روسیه به جنگ باعث شکست آلمان شد. خب تا اینجا که مربوط به اوائل جنگ بود. حالا چرا من این مسئله رو مطرح کردم؟ برای این که در همون اوائل جنگ که روسیه طرفدار آلمان بود، یک شخصی که نخست وزیر فرانسه بود به اسم ادوارد دالایه، این آقای ادوارد دالایه آمد پیشنهاد کرد به انگلستان که ما باید باکور و سایر تأسیسات نفتی روسیه را در آذربایجان، که اون وقت میدونید تا همین چند سال پیش خب دیگه آذربایجان جزی از روسیه بود، خب با بعد از اون که ما حمله کردیم به باکو و تأسیسات نفتی روسیه را بمباران کردیم ببخشید، روسیه از نظر نفت در مضیقه خواهد افتاد و همچنین قسمتی از این نفت به آلمان داده میشه، آلمان هم مؤثر خواهد بود وضعش و حتی مجبور خواهد بود قسمتی از نفت روسیه رو تامین کنه و وضع برایش خیلی بد خواهد شد. این پیشنهاد دالایه رفت به انگلستان و اونها بررسی کردند و جواب دادند که بسیار پیشنهاد خوبیه، ما هم این کار در نظر داشتیم اما اشکالاتی داره. اون اشکال اینه که این کار باید ارتش انگلستان انجام بده، فرانسه که راهش دوره و او دسترسی نداره هواپیماهاش و قلمرو به جنگ و اینها خارج از این نقطه هست، ولی انگلستان در شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و در هندوستان پایگاه های هوایی داشته. خب این کار باید انگلستان انجام میداد و ارتش انگلستان پیشنهاد کردن، ارتش انگلستان جواب داد، البته این هایی که من عرض می کنم در اون وقت سری بوده، حالا من حالا مدت هاست علنی شده و من این هایی که الان عرض می کنم خدمتتون مثلا از کتاب هایی که از در آوردم، کتاب های زیادیه، یکی اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم هست، یکی اسناد حمله یا تجاوز ببخشید اسناد نقض بی‌طرفی ایران هست و همچنین کتاب‌های متعدد دیگری نوشتن، من از اونها هر مطلبی که عرض کنم با سند عرض می‌کنم، همینطور بدون جهت گفته نمیشه. خب گفتند این کار ما هست، ولی ما هواپیمای هواپیمای دور پرواز در این پایگاه هامون نداریم، از جا
جبهه های جنگ اروپا هم او چند تا هواپیمای دور پروازی که داریم برامون امکان نداره که بیاریم اینجا. باید از هواپیماها بمب‌افکن عادی استفاده کنیم. این هواپیماهای بمب‌افکن عادی وقتی که قرار باشه به آذربایجان شوروی برسند باید یه جایی حالا یک دفعه یا چند دفعه سوختگیری کنند، باید فرودگاه در تا رسیدن به آذربایجان باشه سوختگیری کنند. از جاهایی که انگلستان میتوانسته این کار انجام بده یکی ترکیه بوده و یکی عراق بوده. این ارتش انگلستان میگه ترکیه که اصلا نمیشه روش حساب کرد، برای اینکه وقتی هواپیما از این پایگاه های ما پرواز کنه تا برسه به ترکیه خب میرسه به همون آذربایجان، خب راش دوره اون ولش کنه. میاییم عراق، از عراق میشه این کار کرد ولی عراقی ها عرب ها بد آدم ها هستن. در این اسناد میگه عراق ظاهرا مستقله، خب استقلال بهش داده بودن، میگه این عرب ها خیلی در این مورد حساسیت دارند، اگر ما از عراق استفاده بکنیم در این جنگ که میخواهیم اونها آرام باشند قیام میکنن، شلوغ میکنن و مورد زحمت میشن، اسباب زحمت ما میشن، پس به این علت عراق هم باید بذاریمش کنار. میرسه به ایران. آها ایران خوبه. حالا این مطالبی که من گفتم دوستان گرامی، همه اینها به طوری که متوجه شدید مربوط به اوائل جنگ بود، جنگ جهانی دوم. اما صحبت امروز من مربوط هست به یک مدت کوتاهی چند ماهی قبل از آغاز جنگ جهانی دوم. حالا من چرا این مطالب گفتم؟ برای اینکه همین اوضاع در 4-5 ماه پیش از جنگ هم وجود داشته، عیناً همین اوضاع، و طرف های شرکت کننده در جنگ از چندین ماه پیش می دونستند که چنین جنگی به وجود خواهد آمد و چه افراد و چه کشورهایی در دو طرف قرار خواهند داشت. از این جهت انگلستان همین افکاری، همین فکرهایی که من گفتم براتون و مربوط به اوائل جنگ بود در چند ماه قبل از جنگ هم عیناً داشته، یعنی چند ماه پیش از جنگ هم به فکر افتاده بوده که به آذربایجان شوروی که اسم اصلیش ایران هست و کشور ما ایران، اون هم ایران که بعد روسیه برای اینکه مزاحمت برای ما به وجود بیاره و بعد یک ادعاهای بی‌معنی بکنه اسم اون قسمت به غلط گذاشته آذربایجان. خب دوستان عزیز، حالا این حرفایی که من زدم خواستم برای نمونه عرض کنم، ولی شما همین حرفها رو انتقال بدید به چند ماه پیش از جنگ. در اون وقت هم انگلستان این گزینه رو در نظر داشته، یا به قول امروزی ها این گزینه رو روی میز داشته و مجبور بوده که فکر کنه که حالا جنگ اگر شروع شد من چطوری آذربایجان بمباران کنم. برای بمباران آذربایجان به همون دلایلی که من عرض کردم مربوط به اوائل جنگ، در اون پیش از جنگ هم انگلستان فکر می‌کرد که خب حالا
ایران هست. آها یه چیز باز نگفتم یا فراموش کردم اینه که درسته ایران مناسب هست، اما ایران فرودگاهه قابل توجه و قابل استفاده نداره و خوبه ما بلافاصله، چون هنوز چندین ماه تا شروع جنگ بوده، خوبه ما در ایران تعدادی فرودگاه قابل استفاده برای هواپیما درست کنیم که وقتی که جنگ شد این فرودگاه ها در مسیر جنوب به شمال تا آذربایجان آماده باشند و ما بتونیم آذربایجان شوروی را یا ایران بمباران بکنیم. خب حالا ایران نداره. یک چیز دیگه هم باید عرض کنم خدمتتون، روزی که جنگ شروع شد یعنی در نهم شهریور 1318 در نهم شروع شد، در دو روز بعدش یعنی در 11 شهریور 1318 ایران اعلام بیطرفی کرد و اعلان بیطرفی رو دستور داد به همه سفارتخونه ها و همه دولت ها ابلاغ کنند، مخصوصا به دولت هایی که در جنگ شرکت دارن که آقا ایران بیطرفه. حالا دولت انگلستان از همون قبل میدونست که ایران حاضر نیست در جنگ شرکت بکنه، ولی هنوز اعلان بیطرفی هم نکرده بود چون جنگ هم شروع نشده بود. حالا باید با عجله تعدادی فرودگاه در ایران درست کنن، این فرودگاه ها در اختیار انگلستان باشه که جنگ که شروع شد هیچ خیال انگلستان راحت باشه. خب حالا انگلستان چی به فکرش رسید؟ این فکر اینتلیجنس سرویس و انگلیسیه. او قرار شد وام به ایران بده، آمد رضا شاه را به طمع انداخت که آقا من حاضرم 5 میلیون لیره مفت و مجانی به عنوان اعتبار و کمک بلا عوض 5 میلیون لیره بهت بدم. خب رضا شاه هم از خدا خواست که بده، چه اشکال داره، خیلی هم ممنونم، و گفت به شرط این که این 5 میلیون در این راههایی که من میگم یا مورد توافق هست مصرف کنی، راه‌های اقتصادی و دفاعی. چه اشکال داره در راه‌های اقتصادی و دفاعی و به نفع ایران؟ اما ما تپ این 5 میلیون لیره‌ای که میخواییم بهتون مفت و مجانی بدیم، تعدادی هواپیما میخواییم بهتون بدیم. این هواپیماها وقتی که میخواد بیا ایران، خب ایران که به فرودگاه به قدر کافی نداره، اول شروع کنید فرودگاه ها رو درست کردن و بسازید فرودگاه ها رو که این هواپیماها رو ما بهتون بدیم و کمک ها دیگر هم تسلیم کنیم. و حالا ببینید این قرارداد که امضا شد، این کتاب هست اسناد نقض بیطرفی ایران که به کوشش محمد ترکمان نوشته شده. تلگراف رمز وزیر خارجه ایران به وزیر مختار ایران در لندن. ببخشید، این یک تلگراف دلوتر باید میخونم. نامه وزارت امور خارجه انگلیس
به سفارت ایران در لندن که در اون موقع فضل الله نبیل کاردارش بوده. این نامه به کاردار فرستاده شده، نوشته شده آقای کاردار عزیز، در پاسخ به نامه مورخ 12 فوریه جناب عالی این را برای تأکید این مطلب می نویسم، همان گونه که امضاء قرارداد اعتباری روی روز جمعه 16 فوریه ساعت 3:30 بعد از ظهر در محل وزارت خارجه انجام شود، از من خواسته شده که یادآوری نمایم که مهر شخصی برای امضا ضروری می باشد، موجب امتنان خواهد بود که قبلا مهر مزبور در اختیار ما قرار گیرد تا برای لاک و مهر کردن قرارداد پیش از امضا اصلی مورد استفاده واقع شود. اگر اجازه بدهید که مهر مزبور تا ساعت 11 روز جمعه در اختیار این جانب قرار گیرد، موجب تشکر فراوان خواهد بود. این از وزارت خارجه انگلیس نوشته شده بود به سفارت ایران در اونجا، که این 16 فوریه 1940 بوده که من تبدیلش کردم، شده 26 بهمن 1318. پس قرارداد در 16 فوریه 1940 امضا شد. از همون لحظه امضا باید اجرا می شد. یک شخصی را از اینجا به اسم سرهنگ شیبانی بلا فاصله ارتش فرستاد انگلستان که تند تند این کمک ها را بگیر و بیار. اما وقتی که این آقای شیبانی تشریف برد اونجا، یک مدت کوتاهی بعد، یعنی در تاریخ 9 اسفند 1318، یک نامه دیگه، یک تلگرافی وزیر خارجه ایران کرده به وزیر مختار ایران در لندن. یعنی در بهمن، 26 بهمن، آخر بهمن امضا شد، 26 بهمن در 9 اسفند همون سال، ببینید 26 بهمن تا 9 اسفند، یعنی حدود 13-14 روز، دولت ایران اعلام میکن که آقا انگلستان منصرف شده، هیچی به ما نمیده. الان اجازه بدید بخونم اون قبلی، نامه قبلی از صفحه 12 این کتاب بود، حالا از صفحه 13 میگه: سفارت شاهنشاهی ایران لندن، از قرار اطلاعات واصله تلگرافی که از سرهنگ شیبانی رسیده، مقامات مربوطه انگلیسی در باب سفارشاتی که بنا بود از وجوه مساعده داده شود جواب دادند قبول و انجام آن موکول به وضعیت خواهد بود. قبول و قراردادی که امضا کردند و انجام آن موکول به وضعیت خواهد بود، یعنی الان دیگه نمیدیم، وضعیت هم معلوم نیست که درست میشه. آخه شما ببینید این وضع انگلستانه که میاد در اون لحظه ای که فکر میکنه نفعش هست قرارداد میبنده، ولی به محض این که فکر کرد قرارداد به دردش نمیخوره، فورا میزنه زیرش. قراردادی که امضا کردن رسما و لاک و مهر کردن نمایندگان صلاحیت دار دو کشور، به همین سادگی گفتند که قبول و انجام آن موکول به وضعیت خواهد بود.
حالا سفارت می نویسه، میگه ببخشید وزارت خارجه، میگه این جواب آنها مورد تعجب و برخلاف انتظار ماست، زیرا ما این مساعده را برای رفع احتیاجات ضروری خود خواسته بودیم. نه شنیدن این جوابهای شبیه به تفره و تعلل و آمیخته با نظریات بدیهی زیر پرده سیاست. معلوم می شود دولت انگلیس هنوز چنان که شاید و باید به فواید و اهمیت وضعیت فعلی ما پی نبرده است و نمی خواهند بفهمند که سیاست بی‌طرفی ایران که با تکمیل احتیاجات قشونی، ببینید این مساعده باید صرف احتیاجات قشونی می شده و یا اینکه قسمتش صرف احتیاجات قشونی و صنعتی باید تقویت شود، تا چه اندازه برای خود آنها با وضعیت فعلی دنیا مفید و گرانبهاست. به علاوه درک نمی کنند که تعلل و استنکاف آنها بعد از مبادله قرارداد مساعده تا چه حدی در محافل سیاسی ایران و در تمام دنیا برای آنها سوء تأثیر خواهد داشت. لازم است این مطلب را به طور مؤثر به اولیاء امور مربوطه خاطر نشان کنید و علاوه کنید که ما نخواستیم برای رفع این قبیل احتیاجات خود به دیگران متوسل شدیم، یعنی به آلمان زودتر به ما میداد، در صورتی که آنها تقاضاهای ما را قطعا با آغوش باز میپذیرفتند و انجام میدادند. در اینجا هم در همین زمینه با وزیر مختار انگلیس مذاکره خواهد شد. وزیر خارجه ایران مظفر اعلم، البته در اینجا اعلم تنها هست، مظفر من اضافه می کنم چون وزیر خارجه ایران در وقت مظفر اعلم بوده. پس 13 روز بعد که سرهنگ شیبانی رفت اونجا گفتن قرارداد چی؟ برو دنبال کارت، یه قراردادی وجود نداره. پوشش های وزارت خارجه ایران و سفارت ایران بی نتیجه میمونه. در آخر همون آقای مظفر اعلم به سفیر کبیر ایران در مسکو تلگراف میکنه وزیر مختار ایران در لندن میکنه. من در این صفحه که باز کردم ایورش مسکو بود، اینجا سردار گذاشتم که بخونم این طرف به چشمم خورد. با پوزش حالا میام اون تلگراف اصلی که میخواستم میخونم. کشف تلگراف رمز وزیر خارجه ایران به وزیر مختار ایران در لندن، شیر و خورشید، سفارت شاهنشاهی ایران لندن، تاریخ 28 خرداد 1319. حسب الامر جهان مطاع مبارک ملوکانه ارواحنا فدا، یادداشتی روز 27 خرداد به سفارت انگلیس فرستاده شد که نظر به این که طبق قسمت اخیر ماده 6 از پیمان راجع به اعتبار 5 میلیون لیره مورخ 16 فوریه 1940 قرارداد باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود، یعنی از همون تاریخ 16 فوریه. نظر به این که دولت انگلیس از اجرای آن قرارداد، از اجرای تعهداتی که به موجب
مواد فوراً ببخشید به موجب مواد یک و قسمت آخر ماده شش به عهده گرفته استنکاف ورزیده و مفاد قرارداد را عمل نکرده است، با این ترتیب پیمان را از اعتبار و اثر انداخته است. علاهازا موضوعی برای قرارداد باقی نمانده و دولت شاهنشاهی ایران لزوماً نسخ قرارداد و پیوست‌های آن را به این وسیله اعلام می‌دارد. دولت ایران لزوماً نسخ قرارداد و پیوست‌های آن را اعلام می‌دارد و خواهشمند است مراتب را از همین قرار به دولت مطبوعه خود ابلاغ کنید. پس قرارداد بی قرارداد. حالا دوستان حتما هر کدوم روشون در هر کجا این عرایز من شنیدن یک فکری به خاطرشون خطور کرد. چرا؟ چطور شد که انگلستانی که با اون عجله آمده بود و این فرودگاه ها رو میخواست، حالا چطور شد؟ آیا فرودگاه ها رو نمیخواد؟ آیا از بمباران آذربایجان منصرف شده؟ خیر. خیر دوستان گرامی، منصرف نشده. اما آقای محمد مصدق پیشنهادی به انگلستان کرده که انگلستان دیده اون پیشنهاد خیلی بس به صرفه تره. این پیشنهادی که روس انگلستان کرده بوده که 5 میلیون میده به ایران، برنامه هایی در نظر داشته. او برنامه هایی بوده که وقتی که قای پول داده شد و ایران داره هواپیما میسازه، این موضوع به دولت آلمان و به دولت روسیه اطلاع برسونه محرمانه و اونها را علیه ایران تحریک کنه و بین ایران و روسیه و آلمان اختلاف ایجاد کنه تا چطور بشه؟ تا دولت ایران مجبور بشه که با دولت انگلستان بسازه و علیه آلمان وارد جنگ بشه. خب حالا دولت، حالا آقای مصدق چی پیشنهاد کرده؟ اینه باید خدمتتون عرض کنم که در یک روز، حالا روزش فراموش کردم عرض کنم خدمت دوستان، در یک روز آقای مصدق به 2 پیروزی بزرگ رسیده. در اون زمان در روز افتتاح مجلس 12 روز افتتاح مجلس 12 جمع نخست وزیر بوده، جمع استعفا داده یا اعلی حضرت بهش گفتن استعفا بده یا همونطوری که در موقع افتتاح مجلس باید نخست وزیر استعفا بده، به اون علت اعلی حضرت آقای متین دفتری داماد و برادرزاده مصدق گذاشتن نخست وزیر. نخست وزیر ایران شده آقای دکتر متین دفتری. و در همون زمان هم که انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای ملی را انجام میدادند، خواهرزاده مصدق هم شده نایب رئیس مجلس 12. شما ببینید قوه قضاییه و قوه مقننه، ببخشید قوه مقننه و قوه مجریه. رئیس قوه مجریه برادرزاده مصدق، نایب رئیس قوه مقننه خواهرزاده مصدق.
خود مصدق ببینید در این زمان چه قدرتی داشته. حالا درست رضا شاه قدرتمند بوده و 100% اختیارات نخست وزیر در اختیار او نبوده، ولی در هر حال رئیس قوه اجرایی نخست وزیر قدرتی بوده و این قدرت، یعنی دکتر متین دفتری اگر قرار بود کاری برای خودش انجام بشه، شاید اون علاقه و عجله ای که برای کارهای مصدق داشت برای کارهای خودش نداشت. یعنی این مرتضی قلی خان بیات نایب رئیس مجلس و دکتر متین دفتری گوش به حرف کنه مصدق بودند. این دو نفر شدند، یکی رئیس قوه مجریه، یکی معاون نایب رئیس قوه مقننه. حالا آقای مصدق در مجلس 14 میاد سخنرانی، این مطلب در 1318 انجام شده، در اواخر 18. حالا آقای مصدق میاد سخنرانی میکنه، من 20 سال است ملت ایران را ندیدم. 20 سال است. چرا؟ برای خاطر اینکه در تیر ماه 1319 به همین علتی که الان میگم به انگلستان قول داده، رضا شاه کشف کرده و اونو بازداشت کرده بود. حالا در همون 2 ماهی که بازداشت شده و رفته در بیرجند و در اونجا خودش اعتراف کرده که امیر شوکت الملک علم چقدر پذیرایی ازش کرده، میایه همونی میگذاره به حساب 20 سال دوران کودتای رضا شاه و سلطنت و اینا، من 20 سال از ملت ایران را ندیدم. اولین سخنرانی در اسفند ماه 1322، در اولین جلسه مجلس دوره 14 فکر کنم 16 اسفند 1322. حالا اگر که دوستان این تاریخ خیلی قطعی به حساب میارن، حالا میخوام عرض کنم که این آقای متین دفتری نخست وزیر چه شخصی. دوستان گرامی، اگر از ابتدای تاریخ تا حالا بیایید حساب بکنید، وطن فروش، جاسوس، بیوجدان و خائن، کسی بالاتر از این آقای دکتر محمد دفتری، دکتر احمد متین دفتری وجود نداشت. دکتر احمد متین دفتری جاسوس دو جانبه بود و از هر دو جانب پول میگرفته برای فروش ایران. این آقا تا زمان بازداشت خودش و تا زمانی که انگلیس و روس آمدن ایران در سوم شهریور 1320 اشغال کردند و روسیه آمد، این آقا رم، یعنی ارتش روسیه، این آقا رم بازداشت کرد. جز به عده زیادی که از رجال بازداشت شدند به اتهام طرفداری از آلمان، این آقای متین دفتری را هم ارتش روس بازداشت کرد. چرا؟ برای خاطری که این شخص شهرت بسیار زیادی داشت که طرفدار آلمانه. این شخص در مدرسه آلمانی ها درس خونده بود و مدتی کارمند سفارت آلمان بود و بعد از سفارت آلمان آمد و شد کارمند وزارت خارجه ایران، شروع کرد به فروش اسناد به سفارت آلمان و همچنین دادن اطلاعات به سفارت آلمان. اما هر اطلاعی که به سفارت آلمان میداده از دو جا پول میگرفته، یکی از سفارت آلمان
یکی چون اینها باید از فیلتر سفارت انگلیس رد بشه، چون جاسوس اصلی سفارت انگلیس بوده. حالا دوستان ببینید این شخص چجوری جاسوس سفارت آلمان بود. نخست وزیر زمان جنگ دوم جهانی، کتابی است به اسم دیده ها و شنیده ها، امیدوارم اسمش خونده بشه، دیده ها و شنیده ها، میرزا ابوالقاسم خان کهالزاده. کهال دوستان میدونن در گذشته که ما بسیاری از لغاتمون عربی بوده، حتی دکترای چشم قدیم و حتی تا مدت ها در زمان رضا شاد چشم پزشک ها کهال اسمشون بوده، حتی سرمه هم مثل که میدونید کهل میگفتن، داهه هوتی. حالا این آقا این آقای که ابوالقاسم کهالزاده اینجا هم ذکر کرده، منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران. این شخص تمام خاطراتی که از منشیگری سفارت آلمان داشته در این کتاب هست. در صفحه 275 می نویسه، حالا 8 مورد از مشاهدات خودش نوشته بوده، رسیده به نهمی که من فقط این نهمی رو می خونم. شخص دیگری که خیلی محرمانه به سفارت ایران می آمد، ببخشید به سفارت آلمان می آمد، آقای میرزا احمد خان دفتری متین الدوله بود. ایشان بعد از خاتمه تحصیلات در مدرسه عالی ایران و آلمان به مدرسه علوم سیاسی رفت و پس از خاتمه تحصیلات وارد خدمت وزارت خارجه شد و تحت عنوان آلمانی دانستن با موسیو زومر سفیر آلمان در ایران، با موسیو زومر رابطه برقرار کرد و اطلاعات بسیار نافعی به ما میداد. و روی هم رفته سفارت آلمان از خدمات ایشان رضایت کامل داشت. آقای متین الدوله بعد از استعفای من از سفارت آلمان منشی سفارت آلمان شد و مدتی در این پست مشغول خدمت بود. دوستان گرامی، این آقا جاسوس سفارت آلمان بود و اینقدر طرفداری از آلمان در همه جا می کرده که شهرت اصلی این آقا طرفداری آلمان. خب در این زمان این شخص وزیر دادگستری بود در کابینه جنگ. در زمان وزارت دادگستری یک کار بزرگ علیه روسیه انجام داد، علیه روسیه که هیچی، کار بزرگی که روسیه بدش اومده، با اون کار ناراحت بوده، اون محاکمه اون 53 نفر کمونیست در زمان رضا شاه. اون وزیر دادگستری که این کار کرده این آقای متین دفتری بوده و اون کسی هم که در دادگستری این کار دنبال کرده عبدالعلی لطفی که کارهای قضایی رو انجام میداده، حالا دادستان بود و یا سمت دیگری داشت، در اینجا درست دقیقا خاطرم نیست، ولی عبدالعلی لطفی و این آقا دو نفری اون 53 نفر محاکمه کردند و محکوم کردند و کار تموم کردند.
پس با این کار آقای نتین دفتری هم مورد توجه انگلستان شد هم مورد توجه آلمان، چون هر دوتا در اون زمان در زمان رضا شاه با روسیه نظر خوبی نداشتن، ولی خب روسیه با این شخص خوب نبود. حالا آلمان جنگ شروع کرده و دوستان میدونند که در اوائل جنگ آلمان با سرعت شگفت‌آوری پیروزی پشت پیروزی و پشت پیروزی نصیبش می شده. تا این زمانی که من گفتم به روسیه حمله کرد، وقتی که این پیروزی ها پشت سر هم نصیب آلمان می شده، در ایران هم رضا شاه بدش نمی آمده که آلمان فتح بکنه، چون رضا شاه نسبت به انگلستان نظر بسیار بدی داشت، انگلستان هم نسبت به رضا شاه به همین ترتیب. البته ایادی انگلستان و بی بی سی با تبلیغاتی که در این مدت کردند عکسش به مردم نشان دادند. ببخشید، بی بی سی میایه این عکس چاپ میکنه که الان هم در اینترنت هست، دوستان حتما دیدند، اگر ندیدند با فارسی در گوگل بنویسند بزرگان ایران از نظر بی بی سی، بزرگان ایران زمین. اون وقت ببینید انگلستان میایه میگذاره مصدق در ردیف زردشت و کوروش و اینا، یعنی در سر تا سر تاریخ ایران 6 تا بزرگ داشت، یکیش مصدقه. وقتی سوال میکنیم آقای بی بی سی آقای مصدق چه کار مهمی انجام داده که شده جزء بزرگان، آقا کمر استعمار انگلیس شکست، به همین علت بی بی سی جایزه بهش میده. اما همین بی بی سی به محض این که صحبت از رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه میشه، جوری صحبت میکنه که اینها نوکر انگلیس، در حالی که نوکر انگلیس این آقا. خب حالا این آقای متین دفتری جاسوس دو جانبه، یه جانبش الان عرض کردم، میرسیم جانب دیگه یعنی جاسوسی انگلیس، الان شهر میدم براتون. این شخص 3 سال سابقه وزارت دادگستری داشت، 3 سال وزارت دادگستری. خب این 3 سال وزارت دادگستری شخص واجد شرایط برای نخست وزیری نمی شده، اما آقای مصدق رفته به قول سیزیا چکمه بوسیده، چکمه رضا شاه. البته عملا نرفته چکمه بوسه، ولی رفته پیش رضا شاه و به رضا شاه ثابت کرده که الان وقت برای متین دفتری مناسبه، چون الان یک دولت باید سرکار بیایه که طرفدار آلمان باشه، چون آلمان داره پیروز میشه، باید و رضا شاه هم طرفداری خودش از آلمان نشون بده و یک شخصی که بیش از همه علاقمند به آلمان، طرفدار آلمان، منشی سفارت آلمان هست، اون دخوت وزیر بکنه. رضا شاه هم که خوب از زیر پرده که اطلاع نداشته که آقا این نوکر انگلیسه، آمده این آقا رو گذاشته در ابتدای مجلس 12 گذاشته نخست وزیر. حالا این آقا چرا گذاشتن نخست وزیر؟ انگلستان هم موافقت کرد، یعنی ای که نوکر انگلیس بوده، وقتی که یه شخصی آنطور طرفدار آلمان باشه، رضا شاه درست علاقمند هست بگذاره نخست وزیر، ولی در این حال رضا شاه فکر این طرف هم بوده که آقا من این بذارم نخست وزیر طرفدار آلمان،
انگلستانی که در ایران آن همه نفوذ داره خب ناراحت میشه، اما مصدق فکرش کرده بوده. از جاهای مختلف به آقای رضا شاه اطلاع میرسه، پیغام های سفارت که آقا اگر متین دفتری رو بذاری نخست وزیر ما هم مخالفت ندارم. خب این جای تعجب بوده، کسی نمیدونسته نوکر انگلیسی. ولی خب حالا دوستان گرامی، این آقای متین دفتری که همینطور میفروخت خبر به سفارت آلمان و پول میگرفته، مرتب به سفارت انگلیس هم پول میگرفته و خبر میداده. یک کتاب هست به اسم اسناد خانه سدان. این کتاب اسناد خانه سدان، اسناد خانه سدان نوشته اسماعیل رایینه، این اسناد خانه سدان یکی از مواردی است که ثابت میکنه که خود مصدق هم انگلیسی بود. یکی از موارد، چون این اسناد کشف شده بود توسط دکتر بقایی کشف شد و در وقت نماینده مجلس بود و به کمک سرلشکر زاهدی، اونم سرلشکر زاهدی هم رئیس شهربانی بود و بقایی مراجعه کرده بود به زاهدی که آقای زاهدی چند تا پلیس بفرست و که اینها بیاین همراه من و ما بریم و خونه سدان جستجو کنیم، چون دارن در خانه سدان اطلاع رسیده که دارن اسناد شرکت نفت میسوزن، چون شرکت نفت ملی شده بوده، قرار بوده اسناد تحویل دولت ایران بدن، در خونه سدان داشتن اونها رو میسوختن. خانه سدان محلی بوده که الان بیمارستان شرکت نفت هست، یا اون وقتی که من آمدم از ایران بیرون بیمارستان شرکت نفت بود، حالا شاید عوض شد یا نه. یعنی یک درش تو کوچه ایرج بود، یک در توی خیابان سوم اسفند. خب این خونه سدان بود، اسناد مرتب است شرکت نفت می آوردن و اونجا اینها رو می سوختن که با بقایی همراه نماینده دادستان و چند تا پلیس رفتن اونجا رو اسناد توقیف کردن و بخاریار خاموش کردن نگذاشتن انجام بشه اینا. و این اسناد حالا شرحش، من باید یک جلسه کامل به این مطلب اختصاص بدهم، تعدادی اسناد ترجمه کردند، اسناد جاسوس ها بود، در روزنامه ها هم چاپ شد و اسنادی هم مربوط به جاسوسی این آقای متین دفتری بود که وقتی که بقایی شرح میده، میگه وقتی که میخواستم این کتاب این سند ببرم به مصدق نشون بدم، میترسیدم این آقای مصدق سکته کنه از این که ببینه دامادش جاسوسه. و یک شخص دیگه بود با من دوست بود، فکر کنم اسم ایشون وسوقی بود، آقای وسوقی، ایشون دادگار دادگستری بود، این شخص هم نماینده بود از طرف دادگستری برای این کشف. این شخص تعریف میکرد، برای من تعریف کرد که آقا وقتی که ما میرفتیم خونه مصدق، همونطوری که بقایی هم در سخنرانیش گفته، فکر میکردیم وقتی بگیم این داماد جاسوسه میافته پشت. بقایی رفته بود اونجا گفته بود آقا ابو جهل هم عموی پیغمبر بود و ابو جهل هم آدم بدی بود، پس اشکال نداره، در حالی که بقایی اشتباه کرده، اونجا گفته ابو جهل.
باید میگفت ابو لهب. ابو جهل نسبتی با محمد نداشت. ابو جهل اسمش بوده ابو العلم، در اون زمان خیلی دانش داشته و یک دفعه که حضرت محمد ادعا میکنن یا اعلام میکنن که من رفتم به معراج و مردم جمع میکنن در مدینه و میگن دیشب من رفتم معراج و اینها و شهر میدهن که چه چیزها دیدم در آسمان و در اون مسجد قدس و اینها، این آقای ابوالعلم میگه یا محمد یه پات لطفاً از زمین یک به جب بلند بکن. حضرت محمد بلند میکنه، میگه که خب حالا اون یه پارم بلند کن. میگه خب دوتا پار که نمیشه بلند کرد، میخورم زمین. ابوالعلم میگه که حضرت محمد این خدایی که طوره نیمه شب دور از چشم ما میبره به آسمان رو میبره همه جا نشونت میده، جلوی ما طوره یک به جب از زمین بلند کنه و ما همه مسلمون میشیم. از اون زمان حضرت محمد به این شخص لقب ابو جهل میدن. ولی ابو لهب عموی حضرت محمد بوده و دوتا پسرش هم عتبه و عتیبه دامادهای حضرت محمد بودند که بعد دختران حضرت محمد طلاق دادند. رو دخترهای که پسر دیگری زن عثمان شد، اولی مرد و دومی هم بعدش مرد و این عثمان مشهور بوده به ذوالنورین، یعنی صاحب دو نور. حالا این هر معترضه یادم یا عرض میکنم، وقتی که به آقای وثوقی تعریف میکرد میگه وقتی رسیدیم و این سند در اختیار مصدق گذاشتیم، مصدق که خوند حالا منتظر بودیم پشت بیفته، یک وقت دیدیم مصدق شروع کرد به قاه 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 خندیدن، گفت ببینید من با لشکر انگلیس به جنگ انگلیس میرم. حالا در این کتاب سند یکی از اسناد این آقای متین دفتری وجود داره در صفحه 294 و 295. از آبادان محرمانه فوری تاریخ دریافت 19/6/51. ضمن مذاکره امروز صبح با متین دفتری مشاور علیه قول داد حد اکثر نفوذ خود را روی نخست وزیر به کار خواهد برد تا نام برده هر نوع پیشنهادی که روز سه‌شنبه احتمالا خواهید داد فورا رد نکند. یعنی آقای متین دفتری به مصدق میگه که آقای پیشنهادی که اینها میدند رد نکن و اطلاع داد که اظهار نخست وزیر دایر بر عدم رضایت کامل از لحاظ شکل آن، مادام که او از شما تقاضای تسلیم توضیحات کامل را نموده و وقت کافی برای این امر به شما میدهد، متضمن ضرری نخواهد بود. دفتری سوال کرد که آیا وجهی به زودی میرسد؟ اینها غیر از آلمانه ها. خب من در جواب گفتم نمیتوانم اظهار کنم، ولی گفتم اطمینان دارم آنچه برای شما امکان پیشنهاد آن باشد به نفع ایران و بریتانیای کبیر خواهد بود و به اصطلاح در را به قهر به صورت شما نمیبندم. او کاملا موافقت داشت و اظهار عقیده کرد که اگر در پیشنهاد تقدیمی نوعی از اصول ملی شدن گنجانده شود، امید موفقیت بسیار می رود. او خیلی محرمانه به من اطلاع داد که ترتیباتی داده است تا امیر علایی فوراً به اهواز مراجعت کند. به نظر خود او این عمل تشنج را در آبادان
حد زیادی از بین خواهد برد. این یکی و دو تا دیگه هم باز هست، اینها رو نمونه های از اسناد خانه سدان هست که این آقای متین دفتری انجام داد. حالا آقای متین دفتری تو این گفته که گفتن که آقای امیر علایی ترتیب داده امیر علایی زودتر برگرده از آبادان بره اهواز. کاری که آقای متین دفتری کرده بوده به مصدق، به مصدق گفته آقا انگلیسی ها در آبادان نمیخوان امیر علایی در آبادان باشه، منتقلش کن به اهواز. این کتاب خلعیت از شرکت نفت انگلیس و ایران، نگارش دکتر شمس‌الدین امیرعلایی، همون کسی که آقای متین دفتری گفته من ترتیب دادم که آقای مصدق اون فوراً برسونه از آبادان. این هم اصل سند. آقای امیرعلایی شرح میده که این قرائن نشان میدهد که خارجی ها که به وسیله عیاده داخلی مشغول اقدام و عمل بودند میخواستند ما را از اجرای وظایف ملی باز دارند و احیانا ترس در دل ما ایجاد نمایند، کما این که بعدن نیز در جریان خلعیت جناب آقای دکتر مصدق را اغفال کردند. نمیدون مصدق اغفال نشده بود، میدونست که دامادش اغفال کردند و با تلفن شخصا با بنده صحبت کردند، یعنی مصدق صحبت کرد، که شنیدم عشایر اهواز عنقریب شورش میکنند تا جریان خلعیت را عقب بیندازند، لذا شما فورا از آبادان و خرمشهر به اهواز بروید و وضع را حفظ کنید. بعدا معلوم شد نقشه‌ای به وسیله یکی از عیادی داخلی آنان تو پرانتز دکتر متین دفتری در کار بوده که به ایشان یعنی به آقای مصدق القاء شبهه کرده بودند که عشایر در حال در خیال شورش هستند و ابدا عشایر شورشی نمیخواستند بکنند. و این باز خیلی شرح میده، بعد میگه که من وقتی که با آقای مصدق این مسئله رو گفتم ناراحت شد و گفت که چه کنم، ممکنه افراد بسیار نزدیک هر فردی، بله اینجا باز میگه چون چند روز بعد از چند روز از استانداری که محل کارم بود مستقیما با آقای مصدق تلفن کردم و ایشان را از ماجرا مستحضر نمودم، ایشان گفتن بهتر شما مسئول نظم محل هستید، حال که مرا مطمئن می کنید خیلی ممنونم. پس از بازگشت به تهران روزنامه شاهد مورخ فروردین ماه 1331 منتشر شد که تحت عنوان ابو جهل علیه اللعنه هم از قریش بود، سندی را که در زیر می بینید. خب این هم تایید آقای امیرعلایی از جاسوسی آقای شمس‌الدین، جاسوسی آقای دکتر احمد متین دفتری. در این کتاب خاطرات آقای جلیل بزرگمهر، جلیل بزرگمهر به طوری که دوستان میدونن وکیل مصدق بوده در دادگاه اولیه نظامی، دادگاه تجدید نظر نظامی و او دادگاه آخری، و مصدقی که خیلی به هر چیز زود سوء زن پیدا می کرده و دو سه دفعه هم به این شخص سوء زن پیدا کرده بود و بعد متوجه شده بود که سوء زن او بی جا بوده، خیلی به این آقا اعتماد و ارادت پیدا کرد و تقریرات مسلسل مصدق، بچه های مصدق دونه دونه، داماد مصدق، عروس های مصدق، همه رو در اینجا شرح داده. اما وقتی که رسیده به این آقا، از این که این جاسوس انگلیس بود کوتاهی نکرد، میگه
برای تو فکر کنم دوستان گرامی که به برنامه من گوش میدن فکر کنم برای تو یک دفعه خوندم. میگه از اقربای نزدیکش بودن، دامادش دکتر احمد متین دفتری به سرسپردگی دولت فخیمه انگلیس اشتهار داشت. دکتر مصدق در برشماری سرسپردگان در مواردی که پیش می آمد اسم دکتر متین دفتری دامادش را در ردیف آنان راحت بر زبان می آورد و به اصطلاح ککش هم نمی گزید. برادر احمد متین دفتری هم که سلشتر شد جاسوسی و خیانت کرد و اینها بمانه، ولی این آقای دکتر احمد متین دفتری. حالا دوستان گرامی، همه میدونن که این آقا پسری داره به اسم دکتر هدایت الله متین دفتری که دولت انگلستان اونه توی الکل سیاسی خابانده و اگر این رژیم عوض شد مطمئن باشید یکی از اولین کسانی که فوراً میایه به دلیل این که من نوه ابر آزادی خواه ایران بودم، پسر دختر آقای مصدق بودم، آمده بالا نخواست وزیر بشم. این شخص هم جاسوس انگلیس، برای به دلیل این که باباش بوده. کسانی که باباهایی که جاسوس باشن انگلستان فرزندان اونها رو ول نمی کنه. خب حالا این همه مطلب که من الان عرض کردم منظور داشتم، منظوری بود که این آقای نخست وزیر جدیدی که ظاهراً به طرفداری آلمان رضا شاه اونو گذاشته نخست وزیر، ولی در حقیقت جاسوس انگلیس هم هست و در حقیقت جاسوس انگلیسه، و این چرا آمده؟ این آمده چند وظیفه داشت و مصدق اون وظیفه ها رو تعیین کرد. مصدق به انگلستان گفته چرا تو 5 میلیون پول، 5 میلیون لیره رو به هدر بدی، من میایم کار ساده میکنم، اون فرودگاه هایی که تو میخوایی درست میکنم. البته این مطلبی که چطوری میخواست فرودگاه ها رو درست کنه این امروز دیگه نمیتونم عرض کنم خدمتتون، وقت نیست، ولی پیشنهادی کرد، انگلستان هم تایید کرد و اونی هم که تو میخوایی بین ایران و آلمان دشمنی بیندازی، هیچ کس بهتر از این متین دفتری نیست، چون این متین دفتری جاسوس آلمان، هنوز آلمانی ها نمی دونن که جاسوس انگلیس هم هست. نخست وزیر ایران، اخبار دروغی از در مورد رضا شاه، در مورد این که این رضا شاه اون فرودگاه هایی هم که قرار بود ساخته بشه، آقای مصدق ناگهانی آمد پیشنهاد کرد که مردم دنیا علاقمند هستند به خلبانی شخصی، همه میخوان برن و همینطوری که گواهی نامه رانندگی شخصی میگیرن، گواهی نامه رانندگی، گواهی راندن هواپیمای شخصی هم میخوان بگیرن. یک اشتیاقی درست کردن در بین مردم خیلی شدید و روزنامه‌ها، همه روزنامه‌ها تبلیغ کردن در مورد هواپیمای کشوری. رضا شاه هم که همیشه علاقه داشت به پیشرفت کشور موافقت کرد و این هواپیمایی تشکیل شد. تمام روزنامه ها، من رفتم نگاه کردم، همه کتابخونه های عمومی مثل کتابخونه ملی، مثل کتابخونه مجلس شورای ملی سابق، مثل کتابخونه مرکزی دانشگاه، من اینجاها رفتم، بله من دیدم که تمام روزنامه های اون زمان تبلیغشون در مورد هواپیمایی کشوری، مصدق هم جزو مبلغ هاست، پسرهای او احمد و غلام حسین هم کمک کردند و
تعداد هواپیمای مشقی رضاشاه در اختیارشون گذاشته، تعدادی خریدن، 20 تا فرودگاه هم تصحیح کردن در سرتاسر ایران برای هواپیماها، ولی در حقیقت برای هواپیماهای انگلیس، و از همون طریق هواپیماهای انگلیس رفتند، عکس برداری کردند از باکو و بعدن این عکس برداری فاش شد که این مطلب بسیار جالبه که مصدقی کارا رو کرد و این احمد متین دفتری هم همونطور گفتن پسترین جاسوس و وطن پرست، دشمن وطن پرستی بود و آخرین شغلش هم سناتور بود. ببینید به جایی که شخص 7 بار محکوم کنن به اعدام میشه سناتور. اینها از اشتباهات محمد رضا شاه پهلوی که میگن آقا در زمانش اشتباهاتی هم رخ داد. بله این نظیر از قبیل اون اشتباهات. و همونطوری گفتن در هیچ کشوری هم اینتلیجنس سرویس فردی نداشته مثل مصدق که بیایه اون برنامه ریزی بکنه، توطئه رو درست کنه، توطئه به نفع انگلیس در حقیقت، ولی ظاهرا به نفع ایران، هواپیماهای کشوری به نفع ایران، ولی فرودگاهایی که میسازن برای استفاده انگلیس. دوستان گرامی وقت من به پایان رسید. من تا هفته آینده به همه دوستان بدرود میگم و برای همه تندرستی، شادی و پیروزی آرزو دارم و امیدوارم دوستان گرامی که این برنامه رو تماشا میکنند از حمایت مالی خودشون این تلویزیون بی بهره نگذارند و حتما یک از نظر مادی یک تقویتی از این تلویزیون به عمل بیاورند. بدرود، خدا حافظ، تا هفته آینده. ای خطه ایران.